شما به سرخط اخبار فرانیوز در جمعه 9 تیر ماه 1402 گوش می دهیم. به دلیل استفاده نادرست از اطلاعات محرمانه، صلاحیت امنیتی رابرت مالی تعلیق شد. تایید محکومیت آنیشا عبداللهی به 5 سال و 8 ماه حبس. پرونده سرنگونی عامدانه هواپیمای اوکراینی به دادگاه لاهه می رود. محکومیت مدیر مسئول روزنامه مستقل با شکایت قرارگاه سارالله. موساد از عامل حمله تروریستی قبرس در ایران بازجویی کرد. بلژیک خواستار توضیح جمهوری اسلامی درباره جاسوسی تیم زاکانی در خاک خود شد. ژنرال ارشد روس به اتهام همکاری با شورش گروه واگنر بازداشت شد. هشدار عفو بین الملل نسبت به خطر جدی اعدام مجاهد کورکور. فرد عراقی عامل آتش زدن قرآن در سوئد طی 10 روز نسخه دیگری از قرآن را آتش خواهند زد. دو نهاد اطلاعاتی برای چگونگی ورود زنان به ورزشگاه ها تصمیم گیری می کنند. چطور می توان از شکایت جمهوری اسلامی از کانادا به نفع مردم ایران استفاده کرد؟ جو امنیتی شدید در زاهدان و برپایی نماز جمعه با امامت امام جمعه موقت زاهدان. با حکم دستگاه قضایی فرانسه، ممنوعیت تظاهرات سازمان مجاهدین خلق لغو شد. لاوروف مدعی شد عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای رسمی می شود. این بود پایان اخبار. فرانیوز، نیاز امروز. کانال یوتیوب فرانیوز رو سابسکرایب کنید، روی آیکون زنگوله بزنید و روی آل قرار بدید تا در لحظه از اخبار و ویدیوهای جدید مطلع بشید. ما رو به دیگران معرفی کنید. با ما همراه باشید. سپاسگزاریم.